کسی که به نام او و به ابتکار او سبکی از جراحی میکروسکوپی ایمپلانتولوژی در جهان پایه‌گذاری شده و بسیاری از کشورهای معتبر در حوزه دندانپزشکی مثل ایالات متحده آمریکا، مثل آلمان، مثل سوئیس امکانات وسیعی رو در اختیار این جوان ایرانی قرار دادن بابت سبک جدیدی از جراحی که در ایمپلانت اختراع کرده است. تا چند ثانیه دیگه با حضور این آقای دکتر جوان برنامه‌مون رو جذاب‌تر جلو خواهیم برد. افتخارات بین المللی دکتر بهنام شکیبایی، بنیانگذار رشته جدید فوق تخصصی جراحی های میکروسکوپی و کم تهاجمی بازسازی استخوان فک و ایمپلانت در جهان، تنها محقق رشته ایمپلانتولوژی در جهان که در سالهای 2008 تا 2014 میلادی موفق به ابداع و نشر 4 شیوه جدید جراحی میکروسکوپی و کم تهاجمی ایمپلانت شده است. تنها محقق رشته ایمپلانتولوژی در دنیا که تکنیک جراحی میکروسکوپی او به صورت زنده و سه‌بعدی از طریق ماهواره همزمان در 3 قاره جهان پخش شده است. نماینده علمی قاره آسیا در کنفرانس جهانی دندان پزشکی میکروسکوپی، تنها دندانپزشک آسیایی در دنیا که موفق به ابداع ابزارآلات جراحی های میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلانت شده است که در آلمان تولید می شود. تنها محقق ایمپلانتولوژی در دنیا که 2 بار موفق به دریافت جایزه اول علمی جراحان لثه آلمان شده است. نماینده علمی قاره آسیا در مجمع جهانی دندانپزشکی کم تهاجمی، تنها محقق از خاورمیانه که موفق به دریافت جایزه کنگره دندانپزشکی میکروسکوپی آمریکا شده است. تنها استاد آسیایی در مؤسسه تعلیماتی دندانپزشکی میکروسکوپی کارل زایس آکادمی در سوئیس. تنها دندانپزشک در دنیا که تاکنون موفق به دریافت جایزه علمی پروفسور یلدا از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده است. تنها دندانپزشک آسیایی که تکنیک‌های جراحی میکروسکوپی او در زمینه ایمپلانت در دانشگاه‌های معتبر اروپایی و آمریکایی تدریس می‌شود و تنها دندانپزشک در لیست تأثیرگذارترین ایرانیان جهان در لندن. آقای دکتر بهنام شکیبایی سلام، صبح بخیر، چه خوشحالم شما رو میبینم. سلام عرض کردم آقای رشید پور عزیز، خیلی ممنون از دعوتتون به برنامه حالا خورشید و خدمت همه بینندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتتون هستم. سپاسگزار از محبتتون. چقدر میشه افتخار کرد به عناوینی که شما در جهان دارید و حقیقتا مایه مسرت همه هموطنهامونه. شما رو جوان خطاب کنم، 45 سالتونه؟ بله دیگه وارد 46 سال شدم. 46، متولد 51 هستم. چه ماهی دکتر؟ 11 مرداد 51، متولد اهواز، بزرگ شده آبادان. به به، مردان مرداد، اونم از دل خوزستان، چقدر دوست داشتنی. آرزوی کودکیتون بود دندان پزشک شدن ها؟ دندان پزشک شدن نه، من دلم میخواست پزشک بشم، یعنی آرزوی خانواده ما این بود که بهنام پزشک بشه و یه تخصصی در رشته پزشکی بگیره، ولی تصادف روزگار به این سمت اومد که من رفتم به سمت دندانپزشکی و امروز خیلی خوشحالم که در رشته دندانپزشکی فعالیت دارم. داستانش البته طولانی، اگر بخوام توضیح بدم که چی شد که من به سمت دندانپزشکی اومدم فکر کنم چارچوب زمانیمون رو آره زمانمون رو از دست بدیم، چون سوالهای مهمی دارم ازتون، از جمله این که الان چند نفر در جهان مثل شما هستن؟ تا جایی که من تحقیق کردم از منطقه ما از خاورمیانه همین یک نفره، ولی از زبان خودتون بشنویم که حوزه جراحی میکروسکوپی ایمپلانت یعنی چی، حتما برای مردم جالبه.
بله، دندان پزشکی میکروسکوپی یک رشته فوق تخصصی جدید. البته ما توی کشورمون در دندان پزشکی فوق تخصص نداریم و این حساسیت ها وجود داره وقتی درباره کلمه فوق تخصص صحبت میشه، ولی یک رشته ای که از تخصص فراتره و حتی از فوق تخصص هم بعضی از قسمت هاش فراتره، یک رشته نوبنیاد هست که تقریبا 18 ساله توی دنیا داره شکل میگیره. یعنی جرقه های استفاده از میکروسکوپ یا بزرگ نمایی در دندان پزشکی حدود 18 تا 20 سال پیش در آمریکا و آلمان خورد در زمینه درمان‌های ریشه یا اندو که ما می‌شناسیم، و بعد 4-5 سال بعد استفاده از میکروسکوپ رواج پیدا کرد در درمان‌های لثه و بعد در درمان‌های پروتز و به تازگی هم در درمان‌های زیبایی. حالا در این 4-5 سال اخیر ما 4 نفر هستیم در دنیا که اختصاصاً در زمینه جراحی‌های میکروسکوپی بازسازی استخوان فک، لثه و ایمپلنت کار می‌کنیم که قاعدتاً قبل از اینکه به این سمت سوق پیدا کنیم باید دندانپزشکی بخونیم، باید جراحی فک و صورت بخونیم و بعد جراحی لثه بخونیم، بعد جراحی ایمپلنت بخونیم و در رده آخر بریم سراغ جراحی‌های میکروسکوپی داخل دهان. شما در کدوم دانشگاه‌ها در ایران یا خارج از کشور تحصیل کردید؟ والا من تو ایران تحصیل نکردم. من 12 سالگی از ایران رفتم، یعنی پدر مادرم منو فرستادن آلمان پیش خانواده عموم سال 1986 و من اونجا برلین بودم که 2 سال پیش خانواده عموم بودم و بعد 4 سال رفتم توی پرورشگاه بچه‌های بی‌سرپرست توی آلمان. این تنها شرطی بود که میتونستم من اقامت آلمانو بگیرم، چون من نمیخواستم پناهنده بشم. اگه پناهنده میشدم مثل خیلی از هموطنهای دیگه اون موقع خیلی راحت میتونستم هزینه‌های تحصیلیمو از کشور آلمان بگیرم و اقامت هم بگیرم، احتیاجی نبود به خودم اینقدر زجر بدم. ولی خب از اونجایی که میدونستم یه روزی علاقه دارم به ایران بیام و حداقل با ایران همکاری تنگاتنگی داشته باشم، این بود که به سمت پناهندگی حالا اجتماعی یا سیاسی نرفتم و پاسپورت ایرانی ما نگه داشتم و من مجبور بودم که 4 سال برم توی پرورشگاه بچه‌های بی‌سرپرست. اونجا خیلی زندگی رو آموختم، چون من یه بچه نونور تک فرزند بودم از یه خانواده‌ای که پدر پزشک بود، پدر بزرگ پزشک بود، وضع مالیمون خیلی خوب بود. ولی خب توی آلمان، توی آبادان اون زمان وقتی جنگ شروع شد، مثل خیلی از هموطنهای دیگه که جنگ زده شدن، ما در عرض 1 هفته همه چیمون از دست دادیم و پدر مادر من در عمل من فرستادن آلمان پیش عموم، چون گفتن تو اینجوری نمیتونی درس بخونی. ما هر 2 ماه یه بار مجبور بودیم از این روستا به اون شهر، به اون شهرستان کوچ کنیم، چون جنگ زده بودیم و عملا تحصیلات معمولی مدرسه میسر نبود برای من. این بود که توی سن 12 سالگی منو فرستادن اونجا و من دیگه دیپلم آلمانی گرفتم تحت همون شرایط خانه بچه‌های بی‌سرپرست، پرورشگاه، و بعد دیگه دندانپزشکی رو تو دانشگاه برلین خوندم. بعد چه تصمیم عجیبی میگیری دکتر؟ اگر شما میرفتی آلمان، به قول تو شرایط پناهندگی هم بود، پناهنده هم میشدی و اونجا جایزه های بزرگ میگرفتی، الان قضاوت ما نسبت به تو یه خورده فرق میکرد، چون میگفتیم زمانی که جنگ بوده و نیاز داشتیم که جوانها داخل کشور باشن و به جنگن و اینها، بهنام میذاره میره. اما نکته مهمش برام اینه که از بزرگترین شانسش میگذره، از پناهندگی و ماندن در خارج از کشور میگذره و به این امید درس میخونه که برگرده به ایران و بتونه به کشورش خدمت بکنه. میخوام ببینم که این انتخاب بود یا عشق بود؟ خیلی صادقانه داری صحبت میکنی. اون لحظه گفت که وضع مالی منم خیلی خوب بود، خیلی خوش آمد آدم جلوی دوربین اینجوری حرف بزنه. بعد میخاطر ازش میپرسم که آیا یک استراتژی بود که حالا بعدم برمیگردم به ایران و اونجام پول در میارم اینها، یا واقعا عشق به کشور و آب و خاک و اینها بود؟ تو آدم شعاری نیستی، شعاری جواب نده. نه ببینیم، من حدود 5 سال پیش به دعوت ریاست جمهوری اومدم ایران و هدف ما تأسیس بزرگترین مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی میکروسکوپی دنیا در تهران هست. الان اسم شکیبایی به اون بزرگی و به اون چارچوبی رسیده که میتونه یه همچین پروژه‌ای رو بلند کنه و افرادی که بخوان توی اون پروژه، یعنی توی اون مرکز تحقیقات تعلیم ببینن، سران دندانپزشکی دنیا هستن. یعنی من الان 2-3 ساله که توی دانشگاه‌های معتبر دنیا دارم تدریس می‌کنم، مثلا دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا برای سال 2018 یعنی سال آینده میلادی با من قرارداد بستن، ریاست بخش ایمپلنتولوژی میکروسکوپی سن دیگو آمریکا رو 2 ماه پیش به من
سپردن و استاد تحقیقاتی دانشگاه فرانکفورت آلمان هم هستم. اینه که به زایس سوئیس و توی انجمن کارل زایس آلمان و سوئیس اونجا هم ریاست بخش ایمپلنتولوژی به عهده من است. البته اون 7 ساله، سال هفتمه که ریاست بخش به عهده من است. اینه که همه تعجب میکنن، من مثلا همین 2 هفته دیگه سخنران اصلی ترکیه هستم که تا به حال هیچ ایرانی رو به عنوان سخنران دعوت نکردن و برای اولین بار یه ایرانی سخنران اصلی بزرگترین کنفرانسشونه. 2 ماه بعد سخنران اصلی لبنان هستم، بعدی سخنران اصلی ایتالیا هستم، همینجوری دارم توی دنیا میچرخم و پرچم ایران رو با خودم همه جا میبرم. البته من چون 2 پاسپورت هستم، من 12 سالی آلمان بودم، پاسپورت آلمانی هم دارم. آلمانیا منو آلمانی حساب میکنن، ولی من خودم رو بیشتر ایرانی میبینم و خیلی هم افتخار میکنم که با پاسپورت ایران در اصل توی این کنفرانس ها شرکت میکنم و پرچم ایران رو پشت اسم من میزنن. این خیلی باعث افتخار من. خب میشه اینو، شاید این کلیپ زمانی بچرخه دیگه، به زبان آلمانی به کسایی که تو رو میشناسن بگی که من به هویت ایرانی افتخار میکنم و پرچم کشورم رو همه جا میبرم. اینو به آلمانی میگی به مخاطبانم؟ یا das ist nicht so schwer. Ich bin sehr stolz darauf ein Iraner zu sein und die Deutschen wissen, dass ich auch im Herzen Deutscher bin, aber die größere Hälfte meines Herzens gehört dem Iran und ich reise unter der iranischen Flagge durch die Welt und das ist ganz wichtig für mich. دکتر شکیبایی، من از بچه‌هایی که دندون پزشک هستم و میدونی من خیلی رفیق دارم بین دندون پزشکا، شنیدم که دندون پزشکی ایران سطح خیلی مناسبی داره، یعنی به جهت علمی ما دندون پزشکای برجسته‌ای داخل کشور داریم. شما به عنوان یک دندون پزشکی جهانی تایید میکنید دندون پزشکی که در ایران وجود داره و تحصیلات بچه ها رو؟ دندون پزشکی ایران قدم های خیلی بزرگی برداشته توی 20 سال اخیر. ما سطح علم و دانشمون خیلی خوبه نسبت به کشورهایی که در مقیاس خودمون هستن، البته نسبت به کشورهای تراز اول دنیا در حالا اروپا یا آمریکای شمالی ما فاصله داریم و جای پیشرفت داریم، ولی خب خیلی قابل قبول هست. تکنولوژی های جدید و دندان پزشکی یک مسئله ای که داره که خیلی متفاوتش میکنه با پزشکی اینه کاملا یک رشته متریال و اکویپمنت دیپندنت هست، یعنی ما کاملا محتاج به استفاده از تجهیزات، ابزارالات و مواد هستیم و به خصوص توی دوران تحریم متاسفانه ما خیلی صدمه دیدیم و بازار دندان پزشکی ایران خیلی مشوش شد، چون خیلی از شرکت‌های بزرگ قراردادشون رو لغو کردن و دیگه با ما کار نکردن. حالا امید به اون سمت میره که بعد از حالا به توافق رسیدن 5 به علاوه 1 با کشورمون، درب‌های تکنولوژی روز دندانپزشکی هم به سمت ایران باز بشه که خوشبختانه داره این اتفاق میفته. خیلی خوبه برده. اگر زمینه‌هاش فراهم شده حتما اتفاقهای مبارک انشالله در راه باشه. اون فیلم جایزه بهنام در اون برج میلاد رو داریم بچه‌ها، بتونیم پخشش بکنیم. در یک کنگره بزرگی از بهنام شکیبایی تجلیل میکنن در برج میلاد به خاطر اینکه این گرداندن پرچم در کنفرانس‌های بزرگ علمی در دنیا خیلی اتفاق جذابیه، اونم توسط یک جوان. به آبادان و خوزستان هم تأکید مجدد میکنم که چقدر سرزمین نابیه برای پروراندن استعدادهای بزرگ. شما صاحب حتما همسر فرزند هستی؟ بله، من ازدواج دومم هست. خب. ازدواج اولم موفق نبود متاسفانه، بعد از 7 سال ما مجبور شدیم از هم جدا بشیم. ما یه دختر مشترک داریم از ازدواج اول که پهلوی مادرشون زندگی میکنن و الان 4 ساله که من ازدواج دومم رو انجام دادم و از ازدواج دومم ما یک پسر داریم، خدا بهمون داده، 2 سال و نیم میشه، بابک. خانمم هم خانم ندا هستن، ایرانیان، در آلمان ازدواج کردن. بله بله. و دختر ایشون هم از همسر اول که آرتینای عزیز باشن مثل دختر خودمن با ما زندگی میکنن. در عمل من 3 تا بچه دارم. این صداقت در توضیح دادن خیلی جذابه ها، خیلی خوبه آدم صادقانه هرچی که هست رو انقدر رک و روشن بگه. خیلی خیلی خوب، به نظر من فرهنگ خیلی جالبیه که ما یه جاهای دوچار اون تعارفه و این حرفا هستیم که شاید چیز نیست. ببینیم فیلم رو، فیلم رو نگاه بکنید، برمیگردیم. Thank you.
choose a normal approach with normal size needle, how would this patient be? بزرگترین آرزوی دکتر بهنام شکیبایی برای ایران چیه؟ این آرزو همون آرزویی که به دلیلش این جایزه الگوی کیفیت کشور رو به من دادن پارسال. این جایزه تا به حال به 3 نفر اهدا شده بود. به آقای پروفسور سمیعی برای تأسیس مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب توی تهران، به آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه برای مذاکرات موفقیت آمیز 5+1 و گروهشون البته، و آقای دکتر هاشمی وزیر محترم که از دوستان صمیمی بنده هستن برای طرح تحول سلامت. این جایزه رو به منم اهدا کردن به خاطر طرح از تأسیس بزرگترین مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی میکروسکوپی دنیا در تهران. البته فرق بین من با اون 3 عزیز بزرگواری که خدمتون گفتم اینه که طرح ما تا حالا حمایت نشده، ولی اون 3 طرحی که خدمتون گفتم همه از طرف دولت، خیرین حالا یا مسئولین بخش خصوصی حمایت شدن. یعنی این بزرگترین مرکز جراحی ایمپلانتولوژی در ایران فقط روی کاغذه، هنوز اتفاق عملی براش نیفتاده. بله، این طرح قرار بود که از طرف دولت حمایت بشه. البته بزرگترین مرکز ایمپلانتولوژی نیست، مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی میکروسکوپیه، یعنی همون علم جدیدی که خدمتون گفتم که روی هم رفته در تمام شاخه‌های تخصصیش. در دنیا فقط 200 نفر اختصاصاً فعالیت دارن و در زمینه شاخه ایمپلانتولوژی میکروسکوپیش فقط 4 نفر. اینه که این یک شانس بزرگیه حالا با اومدن من به ایران که ما بتونیم این طرحی رو که کشور سوئیس، آلمان، آمریکا، دانشگاه پنسیلوانیا، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر، کویت به شدت دنبالش هستم و میخوان من این کار رو تو اون کشور رو انجام بدم، توی ایران انجام بدیم. من هنوز دلم میخواد که این اتفاق تو کشور خودمون بیفته و اگر بخش خصوصی و خیرین آمادگیشون رو اعلام بکنن و به سمت ما بیان، همون کاری که با آقای پروفسور سمیعی و گروهشون کردن، امیدوارم که این اتفاق رو بتونیم توی کشور خودمون رقم بزنیم. من از فرصت استفاده میکنم. آقای دکتر هاشمی وزیر محترم خیلی با برنامه ما دوست هستند و از آقای دکتر خواهش میکنیم که این مکانیزم اجرایی شدن این ماجرا رو با دوستان ما در رسانه توضیح و تشریح بکنم، ببینیم میتونیم کمکی بکنیم که این اتفاق در ایران بیفته و این علم نوین جهانی به جای اینکه در کشورهای همسایه ما باشه در ایران باشه. راهکارش رو باید پیدا کرد. آقای وزیر به ما کمک بکنن، ما هم کمک میکنیم که این اتفاق برای کشورمون، برای هویتمون، برای قدرت ملیمون بیفته که حتما اتفاق شایسته‌ایه با وجود یک فرزند ناب از خوزستان، از ایران. دکتر خیلی لذت بردم از گفتگو با شما. خوبه که اسمایی مثل شماها هست، ما در دنیا بگیم صمیعی، بگیم شکیبایی، بگیم علی دایی، بگیم خیلی هایی که پرچم ما رو دستشون دارن میچرخن و هویت ایران رو برجسته و غیرت ایرانی رو بالا. زنده باد. این 30 ثانیه آخر رو با خوزستانیام یه حرفی میزنی؟ همشهریات، همستانیات؟ والا خوزستانیا ببینیم، اصالت پدر من بهبهانی هستن، از بهبهان هست و خود منم که اهواز توی دانشگاه جندی شاپور به دنیا اومدم و بزرگ شده آبادان باورده جنوبی هستم. اینه که افتخار میکنم به خاک خوزستان و اینکه از اون خاک به دنیا اومدم و زیر هویت اون خاک و کشور ایران دارم فعالیت میکنم. همه تون از صمیم قلب میبوسم. من همیشه که نباید آدم به خیلی کسایی که سن بالا دارن تعظیم بکنه، این یک جوان شایسته ایرانی است که من به احترامش بهش تعظیم میکنم و از بچه‌هام هم خواهش میکنم که به افتخار این پزشک جوان ایرانی دست خیلی مرتب بزنید. خیلی محبت کردید. خوشحال شدم. مرسی. تا 8 صبح فردا، خدا نگهدارتون.
خیلی لطف کردید دکتر. زنده باشید.